شوک بزرگ بر رئال، امباپه در اکادمی تمدید. باور نکردنی، نیمار فردا بازیکن الهلال می شود. یک گزینه جذاب برای جانشینی میلیتائو در رئال، راموس برمیگردد. رکورد شکن، همه دنیا رونالدو را فالو می کنند. پرونده نیمار بسته شد، بازگشت بارسا به ژائو. خطافه 0 بارسلونا 0، شروع متزلزل و تلسمی که بر جا ماند. لیورپول 1 چلسی 1، خریدهای جدید چنگ به دل نزدند. چلسی که در هفته اولی لیگ برتر در خانه خود میزبان لیورپول بود با تساوی 1-1 رضایت داد. مهمترین دیدار هفته اولی لیگ برتر بدون شک تقابل چلسی با سرمربی جدیدش ماوریسیو پوچتینو و لیورپول یورگن کلوپ بود. این بازی در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل لیورپول و لوئیس دیاز و گل چلسی را اکسل دی ساسی به ثمر رساندند. چلسی و لیورپول در بزرگترین بازی‌های هفته اول فصل جدید لیگ برتر در ورزشگاه استنفورد بریج به مسافه هم رفتند. دو تیمی که فصل گذشته شرایط خوبی را تجربه نکردند و هیچ کدام موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان نشدند. توقف تاتنهام، جای کاپیتان چقدر خالی است؟ تاتنهام در هفته اولی لیگ برتر در اولین بازی که هری کین را در اختیار نداشت در مقابل برنفورد با تساوی 2-2 رسید. تاتنهام که در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر ستاره بزرگ و کاپیتان هری کین را از دست داده و شاید رسمی شدن انتقال او به بایرن مونیخ بود، روز گذشته برای اولین بازیش در فصل جدید به خانه برنفورد رفت. خطافه 0 بارسلونا 0، شروع متزلزل و تلسمی که بر جا ماند. بارسلونا در یکی از عجیبترین بازی ها باز هم موفق به کسب پیروزی در خانه خطافه نشد. در جریان دیداری از هفته اول فصل 2023-24 لالیگا بارسلونا مهمان خطافه بود که این بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. بلوگرانا که عمل کرده بسیار متزلزل داشت، برای سومین بازی متوالی در استادیوم آلفونسو پرستان به تساوی بدون گل داد. شدیدترین حمله به صلاح، بنشین و خفه شو. راکن استرای منچستر یونایتد واکنش باور نکردنی به عصبانیت محمد صلاح پس از تعویض برابر چلسی نشان داد. راکن پس از اینکه ستاره لیورپول به دلیل تعویض مقابل چلسی عصبانی شد، به محمد صلاح به شدیدترین شکل ممکن حمله کرد. صلاح در دقیقه 77 جای خود را به هاروی اولیویت داد. پس از اینکه صلاح تعویض شد، عصبانیت این بازیکن به وضوح مشخص بود و او حتی به سراغ یورگن کلوپ هم نرفت تا مستقیم روی نیمکت بنشیند. این اتفاق با واکنش عجیب کین اسطوره منچستر یونایتد مفاجئه شد. او در اسکای اسپورت گفت: ناراحت شدن خوب است، اما آن را خیلی طولانی نکنید. صلاح سرش را تکان میداد و روی نیمکت نشسته بود و دستهایش را در هوا نگه میداشت. بنشین و خفه شو، باید یاد بگیری. بوم پشت بوم، توافق مانچینی برای هدایت عربستان. بعد از جدای غیرمنتظر روبرتو مانچینی از سرمربیگری تیم ملی ایتالیا، روزنامه الریاضیات چاپ عربستان دقایق پیش بوم به خبری دیگر منتشر کرد و مدعی شد فدراسیون فوتبال عربستان با این مربی ایتالیوی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی این کشور به توافق نهایی رسیده است. این در حالی است که تنها چند ساعت از کنارگیری مانچینی از سمتش در تیم ملی ایتالیا میگذرد. فدراسیون فوتبال ایتالیا روز گذشته اعلام کرده استعفای مانچینی را دریافت کرده و آن را پذیرفته است. مهاجم بارسلونا کارت سرخ مفت را بر جان خرید. رافینیا مهاجم بارسلونا در دقایق پایین نیمه اول بازی با خطافه با دریافت کارت سرخ اخراج شد. نیمه اول دیدار تیم‌های بارسلونا و خطافه در چارچوب هفته اول لالیگا در حالی با تساوی بدون گل به پایان رسید که 10 دقیقه وقت تلف شده داشت. بخش زیادی از این وقت تلف شده به خاطر حواشی عجیبی بود که در دقایق پایانی رخ داد و طی آن رافینیا از زمین بازی اخراج شد. کاپیتان خطافه در دقیقه 42 نقش زمین شد. در صحنه‌های آستای مربوط به این خطا به وضوح دیده می‌شود که رافینیا با رنج ضربه محکم به صورت بازیکن حریف وارد می‌کند و به نظر می‌رسد جریمه‌های سنگین‌تری برای این بازیکن در پیش باشد. اعتراف والورده، دیگر نمیتوان این رئال را شکست داد.
ارناستو والورده معتقد است شکست دادن رئال مادرید با این هافبک های تنومند و با تغییر سیستمی که دادن بسیار سخت شده است. رئال مادرید شب یک از بهترین بازی های تاریخ خود در سن ماموس را انجام داد و به میزبان اجازه نداد بازی خودش را انجام دهد. کهکشانی ها با درخشش جود بلینگام توانستند با 2 گل پیروز شوند. فلالیگا را با برد شروع کنند. برتری رئال به قدر محسوس بود که ارناستو والورده مربی اتلتیک هم باخت را بی چون و چرا قبول کرد. والورده گفت پیروزی عادلانه بود و آنها بسیار بهتر از ما بودند. شاید کنترل 90 دقیقه روی توپ و میدان نداشتند، ولی رئال هر لحظه می توانست موقعیت خطرناک ایجاد کند. نه می توانستیم وارد محوطه جریمه رئال شویم و نه شانس گل واضح داشتیم. توپ های زیادی هم از دست دادیم و این گونه پیروز شدن برابر رئال غیر ممکن است. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی به رکورد 600 میلیون نفر دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام رسید. رونالدو در طول دوران فوتبالش همیشه یکی از جذابترین شخصیت‌ها برای هواداران فوتبال و همچنین افرادی بوده که به صورت حرفه‌ای و جدی این ورزش را دنبال کنند. این ستاره پرتغالی که پیش از این هم به عنوان کاربری که بیشترین دنبال کننده را در شبکه اجتماعی اینستاگرام داشت شناخته می‌شد، حالا رکورد جدید را در این عرصه به نام خودش ثبت کرده که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. کریستیانو حالا به تنها فرد در این شبکه اجتماعی تبدیل شده که 600 میلیون نفر او را دنبال می‌کنند و این رکورد را روز گذشته با رسید تعداد دنبال کنندگانش به این عدد به نام خودش ثبت کرد. یک گزینه جذاب برای جانشینی میلیتائو در رئال، راموس برمیگردد. با مصدومیت شدید در میلیتائو و از دست رفتن فضل، برای او شایعات بازگشت سرخی راموس به رئال قوت گرفته است. او در حال حاضر بازیکن آزاد به حساب می آید و در حال مذاکره با چند باشگاه برای انتخاب تیم است که قصد دارد در فصل آینده در آن به میدان برود. با این حال این بازیکن از تلاش برای حفظ آمادگی و شرایط بدنی خوبش دست نکشیده و به صورت جدی سعی می کند که بهترین تمرینات بدنسازی ممکن را در طول تعطیلات انجام دهد تا با قدرت آماده شروع فصل جدید باشد. در حالی که شایعات حکایت از رفتن احتمالی اسطوره به لیگ آمریکا داشت، ولی مصدومیت شب گذشته ادر میلیتائو برابر بلباو که باعث شد او تا 9 ماه باید دور از میدان بماند، رئال را مجبور به جذب یک مدافع جدید خواهد کرد و برخی منابع اسپانوی ادعا کردند گزینه بازگشت راموس نیز روی میز هست. پرونده نیمار بسته شد. بازگشت بارسا به ژائو. بارسلونا قصد دارد پس از منتفی شدن پیوستن نیمار با این باشگاه برای جذب ژائو فلیکس اقدام کند. بارسلونا همچنان در تلاش است تا با جذب بهترین بازیکن ممکن بتواند تیمش را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی تقویت کند. مدیران این باشگاه پیش از این موفق شده بودند الکای گوندوگان را به عنوان یک از ستارهای مد نظر ژاوی به خدمت بگیرند. آنها همچنان صحبتهایی را با نیمار انجام داده بودند تا بتوانند این ستاره برزیلی را بار دیگر به بارسا برگردانند. اشتیاق او باعث شده بود که این کار چندان دشوار به نظر نرسد. پیشنهاد الهلال به نیمار باعث شد که شرایط کاملا تغییر کند. پی اس جی با این پیشنهاد هنگفت کاملا موافق است و نیمار هم برای پوشیدن پیراهن این تیم وسوسه شده است. بدین ترتیب بارسا قصد دارد بار دیگر شرایط جذب ژائو فلیکس را که پیش از این در فهرست خریدهایش قرار داشت بررسی کند تا او را به عنوان جانشین نیمار که پیوستنش به این باشگاه بسیار دور از انتظار است به خدمت بگیرد. مذاکره با مدیران اتلتیکو مادرید و جلب نظر باور نکردنی، نیمار فردا بازیکن الهلال می شود. نیمار تا ساعت آینده به عنوان بازیکن جدید الهلال عربستان معرفی می شود. نیمار برای پیوستن به باشگاه الهلال عربستان از پاری سن ژرمن با توافق نهایی دست پیدا کرده است. طبق آخرین گزارش‌ها باشگاه الهلال با تکمیل قرارداد نیمار در 24 ساعت آینده خوشبین است. البته هنوز برخی از موارد وجود دارد که قرار است به زودی در این قرارداد برطرف شود. این باشگاه سعودی مدارک را برای بررسی نهایی پیش از امضای قرارداد آماده می‌کند. پی اس جی اخیراً با آغاز مذاکره با الهلال با این بازیکن چراغ سبز نشان داده بود. نشریه فرانسوی اکیپ تایید کرده که نیمار با امضای قرارداد 2 ساله با الهلال موافقت کرده که با موجب آن 160 میلیون یورو درآمد خواهد داشت. شوک بزرگ بر رئال، امباپه در یک قدمی تمدید. کلین امباپه و ناصر الخلیفی روز گذشته در کمپ ورزشی پی اس جی دیدار کردند و همه چیز نشان می‌دهد او قراردادش را تمدید خواهد کرد. از صبح روز گذشته شاید تغییرات بزرگ در پی اس جی هستیم و رابطه کلین امباپه و باشگاه با یک بار بهبود پیدا کرد. این یک فصل جدید در پرونده امباپه است. اگرچه به نظر نمی رسد که وضعیت او با پاری سن ژرمن به این زودی ها درست شود، اما تغییرات جدید ایجاد شده که همه را شوکه کرد. باشگاه فرانسوی روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد که این مهاجم 24 ساله دیگر قرار نیست با مازادها تمرین کند. پس از صحبت های بسیار سازنده و مثبت با کلین امباپه قبل از بازی پاری سن ژرمن یا
بیان این بازیکن روز گذشته صبح در تمرین تیم اول شرکت کرد. او در تور ژاپن نبود و در هیچ یک از بازی‌های دوستانه پیش فصل هم شرکت نکرد. اما حالا اوضاع کاملا فرق کرده است. این تحولات در راستای نزدیک شدن احتمالی باشگاه و بازیکن است که به جدایی نزدیک بود، ولی حالا دور از ذهن نیست که قراردادش را تمدید کند.